ثبت نامش اومد یا نه، که الانم که دارم گوشیمو در واقع چک میکنم، اگر که درست در واقع رفرش بشه گوشی من، سنجش نیومده هنوز ثبت نامش. نیومده هنوز ثبت نام. گفتم اگه ثبت نام اومده باشه براتون توضیح بدم که ثبت نام به چه شکلیه. ولی همینطوری الان بهتون بگم. خب نه نمیتونیم روی الان سوالتو جواب میدم. سوال خوبی پرسیدی. اول با شما این توضیحو بدم. یه چیزی که وجود داره، خب احتمالاً تا آخر امشب سنجش فعال میشه یا در نهایت فردا که بتونید ثبت ناماتون رو انجام بدید. بچه‌ها که باشون مشاوره دارم که اصلا نگران این موضوع نباشن، من عکس صفحات مختلفی که باید برید ثبت نام کنید و براتون میذارم و از اون طریق میتونید ببینید که توی هر صفحه باید چه کدی رو بزنید، توضیحات لازم رو براتون میذارم و خیلی راحت ثبت نام میکنید. اما خب اگر بچه‌هایی هستن الان که نمیدونن باید چطوری ثبت نام کنن، وارد سایت sanjesh.org میشید، میزنه ثبت نام کنکور سراسری، وارد لینکش میشید، صفحه اول رو انتخاب میکنید، این کنار نوشته خرید سریال ثبت نام. باید برید سریال ثبت نام بخرید. فکر کنید من رشتم ریاضیه، میخوام کنکور هنر و کنکور زبان هم شرکت بکنم، باید 3 تا سریال سراسری بخرم و 1 سریال غیر انتفاعی. یعنی روالی بوده که تو سال قبل بوده ها، ممکن امسال تغییر بکنه. میرم اون سریال ها رو اول خریداری میکنم، به کمک یکی از سریال های اصلیم در واقع واردش میکنم و میرم تو مرحله بعدی ثبت نام. اطلاعات پایتون ازتون میخواد، نام، نام خانوادگی، سریال، شناسنامه و چیزهای شبیه به این. یه سری از اطلاعاتتون رو شما به صورت قطعی الان دارید. مثل چی؟ مثل معدل مثلا سال پیش. پس اونو درست وارد میکنید. رد میشه تو موقع ثبت نامتون اگر که مثلا معدل دیپلم میخواد و شما ندارید بزنید. اما اگر رد نشد یک معدل حدودیتون رو میزنید نسبت معدل سال قبلتون و میرید جلوتر و بعدها که در واقع دیپلومتون اومد، یک زمانی رو سایت سازمان سنجش برای ویرایش اطلاعات میذاره. اون زمان میرید اطلاعاتتون رو ویرایش میکنید و معدل درستتون رو وارد میکنید. پس نگران این موضوع نباشید. میرید توی در واقع ادامهش فرایندش، یه عکس باید بذارید. خب معمولا بچه ها عکس 3 در 4شون رو اسکن و اینها میکنن میذارن. که من به بچه ها میگم وقتی عکس ندارید اصلا چیز نگران کننده ای نیست. وایسید پشت یک دیوار سفید، از خودتون عکس بگیرید. عکس رو با توجه به اندازه که اونجا ازتون خواسته تنظیمش کنید. حالا توی فتوشاپ و در واقع نرم افزار دیگه همونو بذارید. پس بازم چیز خیلی سخت و نگران کننده نیست که درگیر عکس گرفتن و بیرون و اسکن کردن و اینجور اتفاقات بیفتید. خیلی راحت میتونید با گوشیتون این کار رو انجام بدید. میرید توی در واقع ادامه پروسه ثبت نامتون. چند تا کد ازتون میخواد. مثلا اگر تهران باشید کد تهران 1607. کد منطقه ازتون میخواد موقع ثبت نام. مثلا فکر کنید من منطقه 5 تهران زندگی میکنم، کد منطقه میشه 1105. منطقه 7 زندگی میکنم، کدم میشه 1107. منطقه 18 زندگی میکنم میشه 1118. اینطوری کد منطقتون رو هم میتونید تشخیص بدید. بماند که یک گزینه کنارش وجود داره توی هر شهری که باشید، توی هر منطقه‌ای که باشید، وقتی که بازش میکنید میاد کد براتون. خیلی راحت میتونید انتخابش کنید و ثبت نامتون رو انجام بدید. یعنی اصلا اتفاق پیچیده و سختی نیست. یک قسمت داره، بعد سهمیه خودتون رو انتخاب بکنید. اگر خب مثلا دست جزء دسته گروه ایثارگران، خانواده شهدا و اینها هستید که اونجا سهمیتون انتخاب میکنید، اگر نه با توجه به منطقه سکونتتون، مثلا دانش آموز که توی تهران یا توی مشهد یا توی تبریز یا اصفهان زندگی میکنه میشه دانش آموز سهمیه منطقه 1. اگر مثلا توی شهرهای دیگه، مثلا مثل زنجان، مثلا شهرهای مختلفی دیگه انتخاب میکنید با توجه به اینکه نگاه میکنید منطقه 2 یا 3 هستیدون رو انتخابش میکنید. این برای زمانی که میخواید انتخاب رشته انجام بدید، چون ما چند تا اصولا رتبه های مختلف داریم. پس اینم بهش دقت میکنید. اگر فارغ التحصیل هم هستید رویا، بله 100% معدل دقیق سال قبلتون رو وارد میکنید. این شکلیه. پس شما خیلی راحت میتونید کار ثبت نامتون رو انجام بدید. تایید میکنید، یه کد 13 رقمی بهتون میده.
بچه‌هایی که با خود من درگیر هستن میدونن که ما یه پشتیبانی داریم، برای پشتیبان میفرستید ثبت ناماتون رو، چک میکنیم که مشکلی نداشته باشید و اگه هر سوالی هم داشتید که میتونید از همون بپرسید. این از این. یکی از بچه‌ها فقط یه سوالی پرسید، من جوابشو بدم و جلسه امروز رو تمومش کنم. گفته که من اگه بعد برنامه‌های سنجش جلو برم اوکیه، یعنی مثلا کافیه برام؟ نه کافی نیست واقعا. بودجه بندی آزمون‌های امسال همه‌شون بر اساس نظر شخصی اون آموزشگاه، مؤسسه و مرکزه. ما هنوز نمی‌دونیم بودجه بندی 100% کنکور هنر چیه و